ادامه لحظات شیرین شب موسیقی با همکاری ده جی بی را در بدل 1000 افغانی بعد است آورید. سلام، انتخاب افغان ها. خوش آمدید بیننده‌ی عزیز و شما بیننده برنامه شب موسیقی هستین با ما وجیه رستگار و فرید رستگار و مهمان عزیز ما. خب میخوایم سوال بکنم که چند سال است از کدام زمان شما به موسیقی روی آوردین؟ تقریبا در حدود 18 الی 20 سال میشه موسیقی محلی رو پیش میبریم. خب اگر سن سالتان رو پرسان کنم خود جایز نیست، خود اکثرا سن سال رو نمیگن، ولی خب جوان هستین دیگه، حتما از آوان بسیار نوجوانی یا کودکی بگوییم دیگه شروع کردین. سن 10 ساله 12 ساله شاید کودکی حساب میکنین. آغاز نوجوانی رقم یک. عالی. خب پیش کسی شما آموزش گرفتین؟ خب از من پدرم خود جوش بودین و پدرم هنرمند بود، شاید شما را بهتر بشناسین، عبدالقادر سرنده می نواخت. بله بله بله. و برادر بزرگم گل آقای لوگری در انسامبل مرکزی پلیس فیلان هم ایفای وظیفه می کنم رای وعدت صاحبشان. بسیار علی. ما فامیل هنرمند هستیم، در فامیل هنرمند کلان شدیم. بسیار علی، بسیار علی. پیشه تشکر. من فکر میکنم که در جریان صحبت های مصاحبه که امرای هنرمند های عزیز داشتیم، ما چون حال و هوای ما بخواین نخواین ریشه ما در این خاک است، بیشتر لذت میبرم از آهنگای معلی خود. واقعا زیبا هستند و واقعا در روح و روان آدم کار میکنن. کدام سیدی آلبوم چیز دارین؟ سیدی آلبوم چیز ندارم، ولی یک آهنگ از فیلم تن من و وطن من، آهنگ پشتو یا تنیز شما خواندیم که با چهار لسان خوانده شده، شاید شما بله بله. بسیار عالی، بسیار عالی. اگر چیز داخل برنامه بخیر ما آهنگ باز تقدیم دوستا میکنیم. حتما چه کارهایی روی دست دارین؟ فقط موسیقی محلی خود کوشش در زمین داریم که امیر باید زیادتر کار کنیم، کمی از بین نره موسیقی اصیل وطن ما شماست، فرهنگ ما شماست. نمیخواین به خاطر ماندگار بودن می آهنگایتان یا می سبک موسیقی لوگری، خب بالاخره بر شما به هرس رسیده، کار بکنین، کار ایجادگری بکنین، مثلا یک سیدی کاملا زیبا با اونمو حال و هوای موسیقی لوگری جور بکنین و برای به خاطر ماندگار بودن این موسیقی تصمیم، یعنی 100% تا 80% تا 100% می تصمیم ماست که این کارو باید بکنیم. بین 80 و 100 بین 80 و 100 به خاطر از اینکه این کار تابل نشده، هم تصمیم ما دانیم هم تا کار باید بکنیم و شما باید بکنین به خاطر که ان شاء الله ای برای شما یک دین است از بزرگوا که ماندن و ببینین که اونا در گذشته کارهای خیلی خیلی عالی داشتن که امروز در اذهان مردم هستن و این موسیقی را زنده نگه داشتن. بناهن این دین به گردن شما است که شما این کار را باید بکنید. باید زنده نگه داشت. شما پس وعده میکنین برای دوستا اتمن که کارهای این وعده ماست انشالله که موسیقی اصیل لوگری یک اپ تدرون این موضوع که فراموش شما نشه که ما همیشه میشنیم گاه گاه آدم آزار میته، مثلا در یک موسیقی مقبول لوگری که یک شگردی هست نواخته میشه، یه داخلش یک متن موسیقی هندی میداره، او باید باشدات مثلا از او حالت سوچه گیشنه. من سوال من بود که کاملا سوچه سوچه محلی باید باشه، با اونمو ریتم، با اونمو میلودی های لوگری و با مو اساساتی که در موسیقی لوگری است. لوگری است با مو اساسات باید و هیچ چیز از بیرون باید نباشه، داخل نباشه، اون طرح چیز باید ساخته شوه. نظر من بسیار عالی است. بسیار عالی است، بسیار عالی است. خب در پالوی آوازخانی کدام اشتغال دیگه هم دارین کار میکنین؟ یعنی تنا من میفهم که فضای هنرمند خیلی خیلی وابسته به کارهای هنریش است و وابسته به موسیقی، خب سر و کارش اینمی است، ولی باز هم میشه در کنار از این مثلا کار دیگه علاقمندی دیگه اگر داشت؟ در کنار آوازخانی فقط در حدود 3 سال میشه در بنیاد فرهنگی آقا خان سرنده را تدریس میکنم برای شاگردا، که من از پدر مرحومم آقای عبدالقادر آموخته بودم و آلی برای شاگردا تدریس میکنم. کلان خدمت است، شما سلامت باشین. خدا کنه بتانیم امی خدمت کرده.
حتما حتما انشالله. امیدوارم شاگردای بسیار بسیار خوب داشته باشین. زنده باشین. و بگه زیاد از پرحرفی هم بگذاریم، یک آهنگ بخونیم، دوگانه بخونیم یا نه؟ چون موضوع مشخص شد سر من میخوایم که خب آهنگ هم یکی از آهنگای ماندگار است و به خاطر امی حال احوا و امی فضایی که از لوگر زیبایات کردیم و از موسیقی لوگری، یکی از ماندگارترین آهنگای لوگری را بچه جان لوگری رفتارت کبکی داری، امیرم میخوایم دیگه برنامه بخونم. بچه جان لوگری رفتارت کبکی داری، رفتارت کبکی داری، کاکا و مغرور استی دل زبرم میبری، دل زبرم میبری، کاکا و مغرور استی دل زبرم میبری، دل زبرم میبری. بچه جان لوگری رفتاری کلکی داری، رفتاری کلکی داری، کاکا و مغرور استی دل زبرم میبری، دل زبرم میبری، کاکا و مغرور استی دل زبرم میبری، دل زبرم میبری.